مداد آنلاین، آموزش فتوشاپ، فصل سوم، فرمان ها. اگر از کار انجام شده روی فایلتون منصرف شدی، میتونید از روش های مختلفی به عقب برگردی. اولین روش از پنجره ادیت استپ بکوارد هست. دومین روش از کلید میانبار کنترل زد. و سومین روش از پالت هیستوری، میتونیم هر کی از پالت هایی که نداریم از ویندو میتونیم بیاریمش. چند مرحله برگردیم به عقب. روش بعدی کلید میانبر کنترل آلت زد هست که میتونیم با زدن اون چندی مرحله به عقب برگردیم. برنامه معمولا 20 حرکت به عقب برمیگرده. برای اینکه بخوایم اون بیشتر شه از پنجره ادیت پریفرنس پرفورمنس رو میزنم، هیستوری استیتس هم رو میبرم بالاتر، تا 1000 تا میتونیم بالا ببریم. اوکی میکنم. باید توجه داشته باشین که این عملی که هیستوری نگه میداره باعث سنگین شدن برنامه میشه، سرعت کارتون رو پایین میاره و لازم نیست که حتما تا 1000 تا بالا ببریم. کپی پیست کردن. برای اینکه بخوایم یه چیزی رو کپی و پیست کنیم، سه تا راه حل داره. روش اول اینه که دور ابزارمون رو با هر یک از ابزار برش که خواستیم انتخاب میکنیم، از ادیت کپی توی صفحه جدیدمون پیست میکنیم. اگه بخوایم کل صفحمون رو بیاریم، کنترل آ میزنم، کنترل سی کیبورد، روی صفحه جدید کنترل وی میکنم. اینجا یه لایه دیگه برام باز شد. یکی از روش های دیگه اینه که در این حالت که هستیم ابزار نشانه رو انتخاب میکنم، کلیک و درگ روی صفحه جدیدی مثبته که اومد رهاش میکنم. برای کات کردن هم همینطور، کلید شورت کاتش کنترل ایکس و پیس کنترل وی. از ادیت هم این را میتونیم انجام بدیم. و اما برای حذف کردن قسمت که میخوام رو کلیک میکنم، انتخاب میکنم، باید دقت کنم تو کدوم لایه هستم و دیلیت رو میزنم. فرق دیلیت با کات چیه؟ کنترل ایکس رو میزنم، میتونم جای دیگه اون کات شده هر رو پیست کنم، یعنی تو حافظه کوتاه مدت برنامه میمونه و میتونم ازش جای دیگه استفاده کنم. ولی وقتی که دیلیت میکنیم به طور کامل اونو از دست میدیم. آوردن خطکش. از خطکش برای اندازه‌گیری ها و تقسیم بندی صفحه کار استفاده میکنیم. اگه خطکشمون فعال نبود، با کنترل آر که اول حرف رولر هست میتونیم اونو ظاهر کنیم، یا از پنجره ویو تیک رولرز رو بزنیم. تغییر واحد خطکش. معمولا از خطکش بر حسب سانتی متر استفاده میکنیم، اما اگه بخوایم به پیکسل یا پوینت برش گردونیم، میتونیم روی خطکشمون بریم کلیک راست کنیم و اونو تبدیل به پیکسل یا اینچ بکنیم. برای صفحات وب معمولا از پیکسل استفاده میکنیم. روش دوم از پنجره ادیت پریفرنس یونیتس اند رولرز رو میزنم. اینجا تنظیمات کلی خطکشم میام، میتونم واحدش رو عوض کنم. اوکی میکنم. برای اینکه بخوام خطکش رو ازش استفاده کنم، از روی خطکش کلیک میکنم، با درک کردم به کارم میتونم اضافهش کنم. تعدادش هم بی نهایته، میتونیم هر چقدر دلمون میخواد خط وارد کنیم. اگه بخوام یه خطی رو به صورت دقیق وارد کارم کنم، از ویو نیو گاید مثلا میگم ورتیکال، یه خط عمودیه توی 5 سانتی متر برام رسم کن. اوکی که کنم، روی 5 سانتی متر واسم میاره. برای اینکه شروع خطکشم از گوشه صفم بذارم و از گوشه حسابش کنه، این گوشه مربع رو میگیرم میندازم روی اول صفم، صفرش میاد اول جایی که کاغذم شروع میشه. برای تغییر رنگ خطوط راهنما روش دبل کلیک میکنم، یه صفحه باز میشه. به صورت پیشورز
فیروزه‌ای یا سایان هستش. میتونم رنگش رو تغییر بدم و حتی میتونم از حالت خطی به نقطه چین دشت لاینش کنم. اوکی میکنم. برای قفل کردن خطوط راهنما از پنجره ویو لاک گایدز رو میزنم. دیگه تکون نمیخورم و باعث به هم ریختگی تقسیم بندیمون نمیشه. برای پاک کردن خط راهنما از ویو کلیر رو میزنم. دیگه لاکم بردارم که از حالت قفل خارج. برای پنهان کردن موقتی خطوط راهنما میتونم از کنترل H استفاده کنم. مخفف هاید هست. یا از پنجره ویو شو گاید رو بزنم. همونطور که قبلا گفتم بهتره که از کلیدهای شورتکات استفاده کنیم تا اینکه از منوهای بالا. اما به طور کلی بخش ویو مربوط به چیزایی که مشاهده میکنیم میشه و چیزای ظاهری. این خطوط راهنما هم توی چاپ نمایش داده نمیشه و فقط توی صفحه مانیتور برای کمک کردن به چیدمانمون ازشون کمک میگیریم. برای آهنربایی کردن خط راهنمامون از ویو اسنپ تو تیکاشو میزنیم. من آلو انتخاب کردم، یعنی وقتی که یه شی اینجا داشته باشم مثلا یه مستطیل میکشم، برای اینکه بخوام این خط راهنما وقتی که بهش میرسه بهش بچسبه اسنپ رو باید فعال کنم. دیدن همزمان چند تصویر. برای همزمان دیدن چند تصویر تو فتوشاپ لازمه که اول تصویرهای مورد نظرمون رو باز کنیم. از پنجره ویندو ارنج انواع مدلای چیدمان رو برامون داره. کسکید به صورت آبشاری کار میکنه که الان غیر فعاله چون الان همون حالته. تایل به صورت موزاییکی. فلوت از صفحه جداشون میکنه به این صورت. یه دونه رو گفته بودم بهش، اگه فلوت آل رو بزنم همشون از اون صفحه جدا میشه. برای برگردوندنشونم با کلیک و درگ میتونم برگردم سر جای اصلی. نوار وضعیت فتوشاپ. این نوار پایین توی فتوشاپ برای هر فایل سه نوع اطلاعات رو نشون میده که توی این بخش درصد زوممون و موقعیت تصویرمون رو نشون میده. اگر روی این قسمت توصی نگه دارم اطلاعات مربوط به وزن تصویرمون رو میبینیم و میتونیم طول و عرض رنگ کانالای رنگیشو با هم مقایسه کنیم. چرخاندن کاغذ. گاهی اوقات تصاویر رو اسکن میکنیم که جهت مطلوبی قرار ندارن یا افقی، ما میخواییم عمودیش کنیم. از قسمت ایمیج روتیشن میتونیم اونو بچرخونیم. یه قسمت دیگه توی ایمیج روتیشن هست به نام آربیتری که میتونیم جهت بهش بدیم. CW جهت عقربه‌های ساعته، CCW خلاف جهت عقربه‌های ساعته. مثلا اگه 80 بهش بدم 80 درجه چرخوندش. تغییر ابعاد کاغذ. اگه کاغذی رو داریم یا یه صفحه یا تصویری رو داریم میخواییم بهش صفحه اضافه کنیم و یه مقدار بک‌گراندش رو بهش اضافه کنیم. از ایمیج کنوس سایز رو میزنم. پنجره‌ای که باز میشه شامل یه سری اطلاعات طول و عرض خود کارم رو میبینم و اگه بخوام از اطراف بهش عدد بدم و مثلا 5 سانت اضافه کنم تیک ریلیتیو رو میزنم، میگم طولم رو 5 سانتیمه عرضم 10 سانتیمت اضافه کن. توی این بخش انچه میتونم جهت اضافه کردنم مشخص کنم. مثلا اگه فقط به یه طرف عدد داده باشم میتونم بگم از سمت چپش یا بالاش اضافه کن. توی قسمت اکستنشن کاله چند تا گزینه داریم. میگه چیزی که قراره اضافه کنم رنگ بک‌گراندم باشه، رنگ فورگراندم باشه، سفید مشکی یا گری اسکیل باشه، توسی باشه. من میگم رنگ بک‌گراندم اضافه کن. کنترل صفر میزنم. با توجه به جهتی که بهش داده بودم از اطراف اضافه کرد. کلید شورتکات کنوس سایز کنترل آلت و حرف سی اول کنوسه.
این پنجره باز میشه و به سرعت بیشتری میتونیم این اضافه کردن رو انجام بدیم. اسکن کردن. اول تصویر مورد نظر رو صفحه اسکنر میذاریم توی فتوشاپ، فایل، ایمپورت، وی آی ای رو میزنم. جایی که میخواد ذخیره کنه رو انتخاب میکنم. با توجه به نوع اسکنرمون اوکی میکنیم. یه پریویو رو بزنم. بعد از اسکن میتونم تنظیمات رو روش انجام بدم بعد ذخیره کنم. اینجا هم خودش سری تنظیمات رنگ و سیاه‌سفید کردن و چرخوندن و برش هم داره که میتونیم انجام بدیم. اوکی میکنم. برام اسکن میشه. مثلا اینجا لازم دارم ایمیج روتیشن 90 درجه به راست به چرخ. صفحه گیری یا گیری. این صفحه حالت شطرنجی داره. میتونیم برای صفحه آرایی و کرسی کردن مطالب یا شطرنجی کردن یه تصویر ازش استفاده کنیم. این شبکه مثل خط راهنما حالت مجازی داره و تو پرینت و چاپ دیده نمیشه. برای فعال کردنش از پنجره ویو شو گرید رو میزنم. برای تغییر رنگ گریدم باید یه دونه خط راهنما بیارم روش کلیک بکنم. توی همین تنظیمات خط راهنمامه گرید لاین رنگش رو میتونم تغییر بدم، نوع استایل عوض کنم، نقطه کنم یا نقطه چی و غیره. اوکی میکنم. برای غیر فعال کردن موقتش مثل گرید عمل میکنه، کنترل H و همه تنظیماتش هم تو همون قسمت خطکش و گرید هست. میتونیم اونا رو تغییر بدیم. برای بزرگ و کوچیک کردن تصویر وقتی که منتقلش کردیم به یه جا چند تا راه داریم. کنترل T مخفف ترانسفور. با گرفتن شیفت میتونم تناسب و نسبتاشو حفظ کنم. برای تایید کردن این حرکتی که انجام دادم چند تا راه داره. یکی دبل کلیک کردن، یکی تیک این بالا، یکی زدن اینتر. یه راه دیگهش وقتی که روی همون لایه هستیم از ادیت ترانسفور اسکیل رو انتخاب کنم که راحت ترش هم کنترل تی هست. تو بخش توضیحات ابزار پیک تول هم توضیح داده بودم که وقتی شو ترانسفورم تیکش فعال باشه یک کادری توی تصویرمون هست که همزمان با اونم میتونیم کوچیک بزرگش کنیم. اما وقتی تصاویر زیاد باشه این باعث میشه بیشتر آدم گیج بشه. برای چرخوندن تصویرم کنترل تی میگیرم. توی گوشه هاش دو تا فلش هلال فعال میشه. با گرفتن شیفت میتونم زوایای 30, 45, 60, 75 اینا رو داشته باشم. دبل کلیک میکنم. راه های دیگه هم برای این کار هست اما خیلی پیچیده تر و وقت گیرتر. برای اینکه بکراندم رو بخوام این تغییر رو انجام بدم تو حالت عادی میبینیم که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم چون قفله و کنترل تی هم قبول نمیکنه. یا باید ازش کپی بگیری یا قفل خودش رو برداری. دبل کلیک بکنی قفلش برداشته میشه و حالت آبجکت رو میگیره. میتونیم تغییرات روش انجام بدیم. از امکانات دیگه ای که کنترل تی به اون میده وقتی تو حالت انتخاب هستیم کلیک راست کنی اسکیل که تغییر اندازه بود، روتیت برای چرخوندن، اسکیپ برای مورب کردن ازش استفاده میکنه. وقتی انتخابش کنی یکی از گوشه ها رو میتونی بگیری و تغییر ایجاد کنی.
متوسط میزنم. گزینه بعدی دیستورت هست، تحریف یا ناهموار کردن شکل نتیجهشه. بعضی وقتا برای اصلاح پرسپکتیو یا اصلاح تصویرمونم ازش استفاده میکنیم. گزینه بعدی پرسپکتیوه. فرقش با دیستورت اینه که این دو زاویه و دوتا ضلع تصویرمون رو با هم حرکت میده، اما دیستورت فقط یه دونه از گوشه ها رو جا به جا میکن. کنترل تی. وارپ. وارپ برای پیچ و تاب دادن به کاره. یه سری پیشورز داره این بالا که حالت آرک یا بقیه چیزها رو میتونیم با توجه به شکلشون ببینیم. میتونیم هم اینا رو انتخاب کنیم، هم در غیر این صورت وارپ رو انتخاب کنم با جابجا کردن دستی اون رو تغییر بدم. برای نوشته هم بعدا میتونیم از این قسمت استفاده کنیم. برای اوکی کردنش تیک یا اینتر رو میزنم. توی قسمت وارپ با دبل کلیک کار نمیکنه. و آخرین بخش از کنترل تی فیلیپ هورزینتال هست که افقی میچرخونه یا ورتیکاله که عمودی آینه ای میکنه.